کتاب مقدس بدن زمینی شما را یک خیمه یا چادر میخونه، اما به بدن آینده شما به عنوان یک خونه اشاره میکنه. کتاب مقدس در دوم قرنتیان فصل 5 و آیه 1 میگوید: زیرا میدانیم وقتی این خیمه که اکنون در آن زندگی میکنیم فرو ریزد، یعنی وقتی بمیریم و این بدنهای خاکی را ترک گوییم، در آسمان خانه ها یعنی بدنهای جاودانی خواهیم داشت که به دست خدا برای ما ساخته شده است، نه به دست انسان. آمین. دوستان، در حالی که بر زمین امکان انتخابهای گوناگون داریم، ابدیت تنها دو انتخاب به ما عرضه می کنه: بهشت یا جهنم. رابطه شما با خدا بر زمین تعیین کننده رابطه شما با او در ابدیت خواهد بود. اگه یاد بگیرید که عیسی مسیح پسر خدا را محبت کنید و به او اعتماد داشته باشید، آنگاه دعوت خواهید شد که ابدیت را با او سپری کنید. از طرف دیگه، اگر محبت، بخشش و نجات او را رد کنید، ابدیت را جدا از خدا تا جاودان خواهید گذرانید. سی اس لوئیس، نویسنده و دانشمند مشهور، میگوید دو نوع مردم وجود دارند: آنانی که به خدا میگویند اراده تو کرده شود، و آنانی که خدا به ایشان میگوید بسیار خوب، هر طور تو میخواهی انجام بده. با کمال تأسف باید گفت که بسیاری از مردم ابدیت را بدون خدا خواهند گذرانید، چون آنها زندگی بدون خدا را اینجا بر روی زمین برگزیدند. هر وقت اینو کاملا درک کنید که زندگی خیلی بیشتر از زمان حاضره، و نیز این مهم را متوجه شوید که زندگی فقط یک آمادگی برای ابدیت، آنگاه به نوع دیگری زندگی خواهید کرد. شما شروع به زندگی در روشنایی ابدیت خواهید کرد، و این مسئله بر این که با هر رابطه، وظیفه یا موقعیت چطور باید برخورد کنید رنگ و بوی خاصی خواهد بخشید. به ناگهان بسیاری فعالیت‌ها، هدف‌ها، حتی مشکلات ناچیز، کم اهمیت و بی‌ارزش به نظر خواهد آمد. هرچه زندگی شما به خدا نزدیک‌تر شود، مسائل دیگر بسیار کوچک جلوه خواهند کرد. دوستان، وقتی در نور ابدیت زندگی کنید، ارزش‌های شما تغییر خواهند کرد. وقت و پول خود را حکیمانه‌تر صرف خواهید کرد و ارزش والاتری به روابط و شخصیت خواهید داد تا شهرت یا ثروت، موفقیت یا حتی تفریح. اولویت‌های شما جای خود را عوض خواهند کرد. نگه داشتن گرایشات یا مدها و یا ارزش‌های مورد علاقه عموم دیگه به اندازه سابق براتون مهم نخواهد بود. پولس رسول در فیلیپیان فصل 3 آیه 7 میگوید: اما اکنون همه این امتیازات را که روزگاری برایم بسیار با ارزش بود دور ریختم، تا بتوانم ایمان و امیدم را به مسیح ببندم. آمین. عزیزان، اگه تمام وقت شما بر زمین همون چیزیه که الان در آن به سر میبرید، پیشنهاد میکنم بهتر فوراً شروع به خوشگذرانی کنید. شما میباید خوب بودن و اخلاقی بودن را فراموش کنید، و نیز نباید در مورد نتیجه اعمالتون نگران باشید، و میباید با زندگی برای خود ارضا میشدید، چون اعمالتون عواقب دراز مدتی نخواهند داشت. ولی تفاوت در اینجاست: مرگ پایان شما نیست، مرگ کورتاژ یا سقط شما نیست، بلکه انتقال شما به ابدیت است، و به این علت عواقب و نتایج ابدی از همه آنچه بر زمین انجام می دهید خواهید دید.
در عمل زندگی ما با آکوردهایی برخورد میکنه که انعکاس و ارتعاش آن در ابدیت خواهد بود. آسیب رساننده ترین جنبه زندگی موقتی کوته فکری میباشد. برای بیشترین استفاده از زندگیتون میبایست این رویای ابدیت را دائما در فکرتان و ارزش آن را در قلبتان نگه دارید. زندگی مفهومی بیشتر از این چند سباه دارد. امروز قسمت دیدنی کوه یخی را می‌بینی، اما در ابدیت بقیه آن را که زیر سطح آن قرار دارد خواهی دید. عزیزان، زندگی در ابدیت با خدا چگونه خواهد بود؟ مسلماً حجم مغز ما قادر به درک عظمت و بزرگی آسمان نخواهد بود، مثل توضیح دادن اینترنت به یک مورچه. این کار کاملاً بیفایده است. هنوز کلماتی یافت نشده که بتونه معنای تجربه ابدیت را بیان کنه. کتاب مقدس در اول قرنتیان فصل 2 و آیه 9 می‌فرماید: آنچه را هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و به هیچ اندیشه‌ای نرسیده، خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است. آمین. اما به هر حال خدا پرتوهایی از ابدیت را در کلامش به ما نشان داده است. ما اینا می دونیم که همکنون خدا برای ما خانه ای آماده می کند. در آسمان با افرادی که ایماندار و دوستان ما هستند روبرو خواهیم شد و از هر درد و رنج آزاد خواهیم بود و کاری به ما سپرده خواهد شد که ما علاقمند به انجام دادن آن هستیم. ما روی ابرها در گوشه دراز نخواهیم کشید تا نوازش چنگ قدیسینی که دور سرشان حاله نور است نظاره‌گر باشیم، بلکه از رابطه دائمی با خدا لذت خواهیم برد و او نیز از حضور ما برای مدتی ابدی و بی پایان لذت خواهد برد. یک روز عیسی مسیح به ما خواهد گفت: بیایید ای برکت یافتگان از پدر من و پادشاهی را به میراث یابید که از آغاز جهان برای شما آماده شده بود. آمین. باز سی‌اس لوئیس در آخرین صفحات کتاب 7 جلدیش به نام تواریخ نارنیا این جنبه ابدیت را چنین به تصویر کشیده: برای ما این پایان هر داستانی است، اما برای آنان این تنها آغاز یک داستان واقعی است. تمام زندگی آنها در این دنیا صفحه عنوان و جلد کتابی بود که آنان شروع به خواندن فصل اول داستان بزرگ می کردند که هیچ کس بر زمین آن را نخوانده و این داستان تا ابدیت ادامه دارد و هر فصل آن زیباتر از فصل قبلی است. دوستان، خدا برای زندگی شما بر زمین هدفی دارد و این هدف بر زمین تمام نمی شود. نقشه او بیشتر از چند دهه را که شما بر این سیاره سپری خواهید کرد شامل می شود. این فرصتی بالاتر از مدت زمان زندگی شماست. خدا به شما فرصتی بیشتر از مدت زندگیتان بر زمین می بخشد. تنها زمانی که مردم در مورد ابدیت فکر می کنند موقع تشییع جنازه است. و آن اغلب طرز فکری سطحی و احساساتی بر پایه عدم آگاهی می باشد. شاید احساس کنید فکر کردن در مورد مرگ ترسناک است، ولی در واقع اگر همیشه در حال انکار مرگ زندگی کنیم این نیز ناسالم است و به چیزی که اجتناب ناپذیر است بیتوجهی می کنیم. فقط یک شخص نادان بدون آمادگی وارد زندگی خواهد شد که همه ما می دانیم بالاخره اتفاق خواهد افتاد. در حقیقت می بایست در مورد ابدیت بیشتر فکر کرد و نه کمتر.